فرهاد هم یکی از هنرمندهای خیلی خوب بود که اونم متاسفانه از میون ما رفت. جا داره که یادی هم از فرهاد عزیز بکنیم. این شما و اینم فرهاد. فرهاد مهراد خواننده موسیقی پاپ در 29 دی ماه 1322 در تهران متولد شد. پدرش رضا مهراد کاردار ایران در کشور عربستان بود. فرهاد تا 8 سالگی به همراه خانواده‌اش در عراق زندگی می‌کرد. سپس به تهران بازگشتند. بعد از ترک تحصیل در کلاس 11 با یک گروه نوازنده ارمنی آشنا می‌شود و با استفاده از سازهای آنان به صورت تجربی نواختن را می آموزد و مدتی بعد به عنوان نوازنده گیتار در همان گروه شروع به کار می کند. فرهاد به مدت 2 به انگلستان رفت و در آنجا با موسیقی پاپ آن سالهای انگلستان آشنا شد. وی پس از بازگشت به ایران اولین اجرای موسیقی خود را در هتل ریمبو در خیابان ایران شهر تهران اجرا کرد. سپس به اجرای برنامه در رستوران کوچینی ادامه داد. در این دوران به خواندن آوازهایی از گروه‌های معروف موسیقی آن زمان از جمله بیتلها، الویس پرسلی و ری چارلز می‌پرداخت. در همین دوره ترانه اگه یه جو شانس داشتیم را برای دوبله فیلم بانوی زیبای من خواند که در فیلم آن نیز استفاده شد. در سال 1348 فرهاد برای ترانه مرد تنها با آهنگ اسفندیار منفردزاده و شعر شهریار قنبری در فیلم رضا موتوری به کارگردانی مسعود کیمیایی آواز خواند. این ترانه در سال 1349 همزمان با اکران فیلم به شکل صفحه موسیقی منتشر شد. در 1350 ترانه جمعه را برای فیلم خدا حافظ رفیق به کارگردانی امیر نادری، ترانه خسته را برای فیلم زنجیری و ترانه سخت را برای فیلم ماهی ها در خاک می میرند خواند. در همین سالها فرهاد با دختری به نام مونیکا آشنا شد و با او ازدواج کرد، اما سرانجام این ازدواج به جدایی کشید. بعدها یعنی در اواخر همین دهه فرهاد با پوران گلفام ازدواج و تا پایان عمر با او زندگی کرد. در سال 1357 و انقلاب ایران کنسرت‌های فراوانی داد، اما در بهمن 1357 همزمان با انقلاب ترانه معروفش که وحدت نام داشت را ضبط کرد. پس از انقلاب در 1369 آلبوم خواب در بیداری را منتشر کرد که چند ترانه فارسی و چند ترانه انگلیسی نیز داشت. در این نوار فرهاد پیانو هم می نواخت و بعضی از آهنگ ها را نیز خود ساخته بود. در سال 1374 اولین کنسرت بعد از انقلابش را در کلن اجرا کرد. فرهاد به بیماری هپاتیت مبتلا بود و در نتیجه عوارض کبدی ناشی از آن در خرداد 1381 برای درمان به فرانسه رفت و در 9 شهریور همان سال پس از مدتی به اغما فرو رفته و در سن 59 سالگی درگذشت. در 13 شهریور 1381 در گورستان تیه در پاریس دفن شد. روحش شاد. اگر از برنامه‌های ما خوشتون اومد، لطفاً عضو شدن و اشتراک رو فراموش نکنید.